تلویزیون کانال 2 ایتالیا. فراخوان مقاومت ایران به توقف نقض سیستماتیک حقوق بشر و اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال برنامه هسته‌ای رژیم ایران. با فریادهای آزادی، چند صد ایرانی تبعیدی هوادار مقاومت ایران در کنار رهبرشان مریم رجوی گرده هم آمدند. در این گرده همایی شخصیت‌های مهم بین المللی حضور داشتند، از جمله اینگرید بتانکور، سیاستمدار کلمبیایی که سالهای زیادی گروگان گروه فارک بود، و وزرای سابق برنارد کوشنر و میشل آلیوماری و شهردار سابق روم جانی آلمانو. مقاومت ایران به وسیله رهبرش خواستار سیاست قاطع در مورد برنامه هسته‌ای رژیم ایران شد که به عقیده مخالفان ایرانی کماکان به تولید سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد. وی همچنین خواستار توجه بیشتر به موضوع حقوق بشر در رژیم ایران گردید که در 100 روز اول روی کار آمدن روحانی تغییری نکرده است. همچنین بیانیه‌ای از سوی 320 تن از نمایندگان مجلس اعلام شد که از گروه‌های مختلف امضا شده بود. در این بیانیه به موضوع اسفناک کمپ‌هایی در عراق پرداخته است که 3000 تبعیدی از ده‌ها سال پیش در آن به سر می‌برد. در ماه سپتامبر در حمله‌ای به یکی از کمپ‌ها 50 تن کشته شدند و تا کنون از سرنوشت 7 ایرانی که به وسیله پلیس عراق دستگیر شدند اطلاعی در دست نیست. بیانیه کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا. برنامه ریزی یک استیضاح پارلمانی به خاطر شرایط اضطراری لیبرتی و استفاده وسیع از اعدام در رژیم‌های ایران و عراق، ضرورت اتخاذ اقدام مشخص از سوی دولت ایتالیا، استماع مریم رجوی، تشریح نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم ایران، بیانیه مطبوعاتی، استماع مریم رجوی در کمیسیون حقوق بشر در سنا، روم 18 دسامبر 2013. کمیسیون حقوق بشر سنا خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران را استماع کرد. مریم رجوی نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم تهران را تشریح کرد. او گفت حقوق به رسمیت شناخته شده در پیمانهای بین المللی مانند پیمان حقوق مدنی سیاسی، پیمان اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، معاهده منع هر گونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون حقوق کودکان و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی به طرز فجیعی پایمال می‌شوند. این تجاوزات مورد توافق همه جناح‌های درون رژیم است. از آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در ماه اوت تا کنون بیش از 300 نفر اعدام شدند که تعدادی از آنها را زندانیان سیاسی تشکیل می‌دهند. خانم رجوی به تشریح شرایط 3000 عضو اپوزیسیون مستقر در لیبرتی در عراق پرداخت و گفت آنها از سال 2009 تا به حال با حملات متعددی مواجه شدند و تا امروز 112 تن از آنان به دست نیروهای عراقی کشته، بیش از 1200 تن زخمی و 7 تن به گروگان گرفته شدند. رئیس کمیسیون آقای لویجی منکونی که به خاطر اضطراری بودن شرایط انسانی کمپ لیبرتی و استفاده وسیع از مجازات اعدام در رژیم‌های ایران و عراق یک استیضاح پارلمانی را برنامه ریزی کرده است گفت همانطور که در متن استیضاح تصریح شده ما در برابر یک وخامت واقعی در زمینه بکارگیری مجازات اعدام در رژیم ایران قرار داریم و لازم است که دولت ایتالیا اقدام مشخصی انجام دهد. رئیس کمیسیون حقوق بشر ادامه داد باید سخنان خانم رجوی را مبنی بر اینکه پیام اسلام به معنای کینه‌توزی و زورگویی نیست، بلکه پیام آزادی و انتخاب آزاد انسان هاست، مورد توجه و تایید قرار داد. خانم سناتور سیلوانا آماتی گفت محترم شمردن حقوق بشر در ایران بدون مشروط کردن به سایر منافع از جمله منافع اقتصادی و تجاری باید در اولویت قرار گیرد. او همچنین اظهارات رئیس گروه کار بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد در مورد شرایط وخیم پناهندگان ایرانی در عراق را مورد توجه قرار داد.
خانم رجوی توضیح داد که شورای ملی مقاومت ایران پیش از این طرح جبهه همبستگی را بر مبنای اصول جدای دین از دولت، تغییر بنیادین حکومت فعلی و جایگزینی آن با یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی به همه ایرانیان داده است.